برنامه این هنرشی راه هستم و امشب باز میمان خانه‌های شما هستم. خوش هستم که باز هم بعد از سفر شدن یک هفته شما را دوباره در برنامه دارم. و پیش از اینکه برنامه شروع شود و نرمند امشب را بر شما معرفی کنم، مثل همیشه میدانید که برنامه ما از تلویزیون جانی پیام افغان منتشر میشه و برنامه های مختلف در این تلویزیون هست. شما هم اگر میخواستید میتونید امسال برنامه های ما داشته باشین، یا یک اعلانات تجارتی یا خدای نخواسته اعلانات فوتیتان از این تلویزیون و بسیار قیمت های خوب منتشر بسازیم. کسایی که در این تلویزیون کار میکنن و پشت پرده و پشت پرده از اونها ما سپاسگزار هستیم، از آقای فرساد و از آقای خطاب که رئیس از تلویزیون هستن و همیشه پشتیبان برنامه های ما هستن. شما را زیاد منتظر نمیمانیم، میریم به برنامه و هنرمند امشب معرفی میکنیم. هنرمند امشب ما هستن آقای آرمان نادری، یک هنرمند جوان و مستعد بسیار خوب که امشب میمان برنامه هستن. زیاد منتظر تا نمیمانیم و آرمان جان میریم سراغ شما. آرمان جان عزیز سلام، خوش آمدید به برنامه. سلام، سلام های گرم خدا خدمت شما و بیننده عزیز برنامه عین هنر تقدیم عرض میکنم. تشکر، خوش آمدید به برنامه و خوش هستیم که شما را میمان برنامه ما هستید. خوش باشید، سلامت باشید. خب بیننده عزیز، حال مثل همیشه میریم سوال پیچ میسازیم هنرمند عزیز خدا، ببینیم که چی گنجینه های آوردن و امشب آهنگای لایف بسیار مقبولم بر شما میخوانم قسم که برمو وعده کردن و حال میریم پیش از اینکه آهنگایشان رو بشنویم و البته در لابلای برنامه آهنگایشان رو بشنویم سوال ها رو از شما شروع میکنیم. آقای آرمان جان نادری عزیز، پیش از اینکه سوال های دیگر مطرح کنیم، مثل که از همه هنرمندا سوال میشه، آغاز کاریتان در قسمت هنرچی بوده و چی وقت شروع شد؟ مدت 12 سال میشه که من کار موسیقی سنتی افغانستان یعنی موسیقی کلاسیک افغانستان پیش میبرم. بسیار عالی، کلاسیک میخوانید؟ بله. بسیار عالی. شما خودتان استاد داشتین یا اینکه پیش خود خواندید؟ من استادم رحمت زاهد بوده، از شرکت های سازمانی هستم. بسیار عالی. در کجا؟ در ایران. در ایران. شما کارهای موسیقی تان در ایران شروع کردید؟ من طبق که گفتم موسیقی در ایران شروع کردم 12 سال پیش و استاد ما رحمت زاهد یکی از شاگرد مستقیم های استاد امانی بودم. بسیار عالی. از 12 سال پیش علاقه به موسیقی پیدا کردین یا اینکه همه هنرمندا میگن از ایام طفلی علاقه به موسیقی داشتین؟ موسیقی یک چیزی است که هر کس که اگر بگوید که من علاقه ندارم دروغ کلان است. بله، غذای روح هست، مثل که میگن موسیقی در هر حالت، در خوشی و در غم همیشه ما شما را بدرقه میسازه و واقعا روح میتر بر انسان. خودت مثل که بیشتر گفتی طرف کلاسیک میری، کلاسیک میخوانی. خب ما موسیقی را به صورت کلاسیک یعنی موسیقی سرگم که ما میگیم شروع کردم. میگم خب در محفل ها هم میخوانیم، محفل خوشی دوستا و ما من از یک هنرمند مجبور هستیم به هر نوع موسیقی را گوش بدیم. فرق نمیکنه از هر کجایی که باشن، به هر سبکی. خب شما باید به ذوق مردم اتانا باید بخونین. اما قسمی که من خودم فکر میکنم یا میشم گفتیم، موسیقی چیز هست که واقعا پاک هست و چیز هست که باید زیاد با اون سیستم اساسیش بر مردم تقدیم شود. یک سوالی که من همیشه از هنرمندهای سابقه خود بیازویرم میکنم چون نظرشان هم میخواهد، از هنرمندهای تازه کار هم همیشه سوال میکنم که موسیقی فیلی افغانستان هم و شما نام خدا میبینیم که در هر گوشه و کنار یک آواز من هنرمند گفته نمیتونم چون هنرمند نام بسیار بالا هست برای کسایی واقعا گفته میشه که اونا سالهای سال در موسیقی کار کردن، مثل که ما میشه گفتیم لتا منگشکر یک هنرمندی هست که واقعا کل دنیا جهان موسیقی شما میشناسه، اما لقبایی که مثلا یا چیزایی که هنرمندای فیلی ما شما گرفته فکر نمیکنم خانم در 80 سال عمر خود 89 سال فکر عمرش هست گرفته باشه. شما موسیقی فیلی افغانستان چه رقم میخواهیم میبینیم؟ من شما میخواهیم بفرم موسیقی فیلی افغانستان قسمی که من میبینم با یک بیراه روان است با نظر شخص خودم و یعنی؟ یک رقم باید جلوی از این کار گرفته شد. مقصد شما یعنی از بیراه چی؟
یعنی که موسیقی افغانستان فقط گنجشکک و قرصک نیست. آفرین. ما نام خدا بسیار شاعرای خوب داریم. نام نمیگیرم که همه میشناسیم. و همین رقم استادای بزرگواری داریم. مثل سرآهنگ یا باقی استادا. و ما میتونیم از شعرهای اونا استفاده کنیم یا با سبک اونا بخونیم. درست است ما قرصک داریم. قرصک هم جزء موسیقی افغانستان هست. گنجشکک هست ولی نه همیشه. ولی در برنامه تلویزیونی هر پروگرام موسیقی رو مسایه میکنیم. یک سره خواندن یا قرصک هست یا قطغنی هست. فقط خواندن ماست است. به نظر من خب بعضی ها میخواین که با این کار خود به شهرت برسن. اما به نظر خودم شخصا شهرت کاذب اصلا به درد نمیخوره. باید موسیقی چیز است که باید اساسی آموخته شود، پیش از استاد آموخته شود و مثل که شما گفتین شعرهای بسیار ناب و بسیار خوب باید استفاده شود و واقعا او را آدم میتونه بگوی موسیقی، چون موسیقی آله دیدنی شده، نشنیدنی. یک نفر میگه من 50,000 دلار یا 50,000 یورو مصرف کردم در ویدیو کلیپ خود، ببین فلانی چند مصرف میکنه. به نظر من، من بسیار آهنگا رو دارم که فقط پلی میکنم میشنوم، برای من شنیدنش مهم است. شما چه نوع آهنگا را از کدام سبکار دوست دارین، از کدام هنرمند دارم؟ من همه سبکار موسیقی افغانستان دوست دارم و میشنوم، چون که همونطور که گفتم من یک هنرمند، ما باید موسیقی افغانستان گوش بدم. بگم بیشتر طرفدار غزل هستم. همیشه با آدم آرامش میده. بله. ما گوش کنیم. و یک وقتی هم هست که موسیقی ماست باید گوش بدم. بله، متفاوت است. خب من نفهم که آریان جان چی میگه. آریان جان یک آهنگ بشنیم؟ نه، هنوز نه. پس ما شما چند سوال دیگه میکنیم، چون میخواییم دلا بلا. ما خودم شخصا یک مدت هست که طرز برنامه رو تغییر دادیم، یعنی که ما زیادتر کوشش میکنیم هنرمندا لایف بخوانن. ما میخواییم که مردم بشنن، چون موسیقی لایف بسیار کم شده، همیشه سب شدگی هست. شما انشالله برای ما وعده کردین که یک دوست آهنگ بسیار مقبول لایف میخوانین. آهنگای شما را کی درست میکنه؟ چند آهنگ دارید تا حالا؟ آهنگ من 14 آهنگ دارم. یک آهنگ من تقریبا 7 سال پیش فکر میکنم در ایران جور کردم. آهنگ از احمد زهر است، ای دل ای دل دل دیوانه. ما برم بدم خب بر چرا کم بگم شما. ما او آهنگ به دو لحجه خواندیم، به لحجه ایرانی و لحجه افغان. شعر احمد زهر به لحجه دری خواندم و شعر از آهنگ عارف ایرانی را به لحجه ایرانی خواندم. و بعد از آهنگ سر و زیبا را خواندم از احمد زهر. من باز یک خواندن ایرانی هم دارم و با یکی از هنرمنده ایرانی به نام احمد رضوانی. و فعلا در آخر یک کلیپ جدید ما شاید دیده باشیم، در می مدت بسیار کوتاهی میشه که جور کردیم با او. شعر و کمپوزش از فردین عسکری بوده و میکس مسترینگش از جناب فرید رستگار و خواندنشون که خودم خواندیم. عالی. یعنی که دو آهنگتان از مرحوم احمد زاهر بوده؟ بله. و دو آهنگ دیگه شما آهنگ تازه هستن؟ بله. من میخواستم که یک چیز دیگرم بگم، که اینکه از کس دیگر ما کپی من میخوانیم، اگر یاد کنیم که بله ما آهنگ فلان رو خواندیم، خیلی بهتر است اینکه بخوانیم و برنامه خود بزنیم که ما خواندیم. خب آرمان جان عزیز، پس بریم یک آهنگ مقبول لایف بخوانیم. بیننده ها ببینن و ما شما پس دوباره برمیگردیم باز با هم گفتشون رو دقیق داشتیم. بیننده عزیز آهنگ ببینیم و ما دوباره برمیگردیم. زمین وطن چه می‌خواهی؟
آهنگ جدیدین ماشاءالله بسیار مقبول بود. تشکر آرمان جان عزیز از آهنگ بسیار زیبایتان. آهنگ بسیار مقبول بودن. انشاءالله که در برنامه آهنگ های دیگه پنام بشنیم. پیش از این که ما آهنگ شما را بشنیدیم در برای آهنگ های تکراری میگفتیم. به نظر شما یک آهنگ تکراری از هنرمند دیگر خواندنش، پس که شما پیشتر گفتین که اگر آدم بگویم لازمی هست؟ 100%. من فکر میکنم که ما وقتی از هر هنرمندی را میخوانیم نباید برنامه خود ثبت کنیم. بله. و 100% باید بگیم که آهنگ فلانی، چون که فلانی رقمی که در محفلا باشه و میبینیم در آریسی باشه، هر کنسرت باشه، هر کس میخوانه. خوب هم میخوانند، اما خدا هنرمنده افغانستان بسیار هنرمنده با استعداد داریم، چه در محفل عروسی، کنسرت یا پرده تلویزیون میخوانند، من خیلی خوب هم میخوانم. مگم یکان تشان هستم متاسفانه که خواندن و نواخت میزنه و نظر من این کار دست نیست. خب یک مسئله است که متاسفانه در محیط ما بسیار چیزها یعنی گرفتنش هست، اما یک آهنگ از وقتش، از زمانش، از آوازخانش معلوم میشه که هست کی بوده. و اگر اون آدم به نام خود میخونه، نه تنها که آهنگ خراب میسازه، بلکه خودم خراب میسازه. عبدوشه بهتر است که اگر آدم بگیره، حتی اگر اونمد به نظر ما اگر حیات باشن، از اونها اجازه بگیرن و ما آهنگ بخونن، به نظر ما بسیار جالب تر خود تر خواهد بود. درست است؟ دقیقا با این حرف شما موافق هستم. آهنگ های خوب مقبول دارین، یعنی از 12 سال میخوانین. در این مدت 12 سال چهار آهنگ؟ خب به دلیل مهاجرتی که داشتیم دور از وطن بسیار سخت است. شما مدت تمام است که در جرمنی زندگی میکنیم دکر میکنم؟ بله، مدت 3 سال میشه که در جرمنی هستم. آها، اینجا فعالیت های ناریتا نداره؟ خب میبینیم که دارین که من اینجا هست. بله، من یکان کارهای هنری برای هموطن خود انجام میدم در شهر خودم که زندگی میکنم و بقیه شهرهای آلمان. آها، بسیار عالی. کنسرت هم داشتیم؟ بله، کنسرت داشتیم. کنسرت هم برای بقیه هنرمندان نبودم، بلکه کنسرت های برای هموطن خود داشتیم. در آلمان تمام؟ در آلمان، بله. در ایران خود فکر میکنم که امکان کنسرت ها نیست، نه؟ متاسفانه. فقط شما در آلمان داشتیم. کنسرت هایت هم در کدام قسمت ها بوده و چی رقم بود تشویق مردم و پذیرایی از شما؟ کنسرت هایی که ما داشتم در خانه فرهنگ ها بوده و در جای دیگه هم بوده و مورد استقبال مردم عزیز افغانستان قرار گرفته و بسیار راضی بودن. عالی، موفق باشین. انشاءالله به این رقمه که پیش میرین و به فتو تحسینش بیشتر شیرهایی که شما آنگار برای آنگایتان انتخاب کرده بودین یک چطرش برای من شامل واقعا شیره بسیار مقبول، بسیار بلند و بسیار مهم است در آهنگ شیر و بعدنش کمپوز. در آینده چی برنامه ها داری؟ چی آهنگ هایی مد نظر داری؟ چی چیزایی میخوایی که در موسیقی داشته باشی؟ فعلا در مورد است یک آهنگ قوالی دارم که میخوایم که آمادهش کنم. خیر، باز یک آهنگ میهنی هست و یک قسمت از شعرش بسیار کوتاه میخوانم براتان. ای وطن، ای نازنینم، ای دیار، ای سرزمینم، از تو میگویم، من از تو، ای همیشه بهترینم. عالی. آهنگ میهنی به یاد افغانستان عزیز ما که در این اواخر واقعا قلب همه شما و شما داغدار هست. میبینیم که پشت پشت این تاریخ ها هست و ما شما همه ما رنج میبریم، دور از وطن هستیم. و شخصا خود ما که از اون وطن به حد محبت میبینم، هر باره که میرم از مردم خود، از مردم و حسنی ملتی که واقعا قدر میربان هستم با اونا، با اون رقم زجر برشان میشه. و ما از خداوند فقط برشان دعا میکنیم که یک آرامی سر تا سری در افغانستان بیاید که ما خود کچ و کوچه بسته میکنم میرم شما را دلتان. وقتی وطن ما آرامی باشه، امنیت باشه، هر کس دلش کش میکنه از اونو میهن خودش. بله، خانه اصلی ما میهن ماست. ما یک مدت بسیار زیاد آرمان جان عزیز افغانستان نبودیم، از زمان بسیار وقت برامده بودم و در آخر وقتی که ما رفتیم واقعا نیره ما پشوی کم را اقرار میکنم که قلبم اونجا مانده و اصلا اینجا با مجبوری زندگی میکنم. اگر واقعا شرایط مساعد شوام، شاید اولین کسی باشم که برم دوباره پس اونجا. انشالله با امید اون روز
از من. انشالله میگه تاری شدر باب است، امید سمر است. ما و شما همیشه امید داریم و انشالله پیش خدا هم هیچ کار مشکل نیست. شما یک آهنگ بسیار مقبول میهنی هم میشه و گفتین میخوانیم، درست است؟ بله آهنگ میهنی هم دارم. اتمن برای میهن وطنهای بد نظر دیدین که غم دیده و رنج دیده هستن، از بار خود بگوین شما. بله آهنگی که میخوایم بخوانم شعرش از علی جان نورزی، یکی از دوستای ماست و کمپوزش از یکی از آهنگای احمد زاهر گرفته شده. ما فکر کردم که روی ازی حتی آقای نورزی صاحب با هم نشستیم و این به سبک دیگه ای نمیشد بخوان یا خوب نمی آمد، پس سر کمپوز احمد زاهر را خوانم. همین سوال رو میخواستم از پشتان بکنم، چرا کمپوز احمد زاهر؟ شما خودتان جواب دادید. چون که این شعری که هست بر روی کمپوز خواندن احمد زاهر بسیار میشینه تا دیگه آهنگات ما زیاد کرد بالا پایینش کردیم اما جور نامد. باز احمد زاهر اما کسی هست که کسی نیست که آهنگش نشید. خب شما یک مسئله رو بیشتر یاد کردین در قسمت موسیقی. احمد زاهر در زمان خود یک سیستم داشت که تا حال هیچ کس را نداره، همیشه از خود میخواد. انتخاب شعرش بسیار درست بود، انتخاب کمپوزرش بسیار درست بود، اونم هست که اون انسان جاودان مانده، واقعا جاودان است و ما افتخار میکنیم که یک هنرمند در مملکت ما بوده، اگرچه که بسیار مدت کم بوده اما انگاهش همیشه جاودان است و نسل به نسل فکر میکنم که میره تا جوانایی که طفلای کینج تولد میشن با آهنگای احمد زاهر بزرگ میشن. در فامیل خود ما کسایی که بچه بودن و هستن همیشه آهنگای احمد زاهر میشنن. دقیقا آهنگای احمد زاهر که هست هیچ وقت تکراری نیست، هر قدر هم که ما گوش کنیم بشنوی بازم تکراری نمیشه، واقعا تازگی خودش داره. راست میگه. شما خودتان چی گفتنی های دارین به مردم تهران درباره موسیقی؟ امشب ما سوال نمی کنم، شما بگویم دستاوردهایی که برشان تقدیم می کنیم در کارهایی که می خواهیم بکنیم تا چی اندازه می خواهیم؟ خب موسیقی هیچ سرحد نداره اما تا چی اندازه می خواهیم بکنیم؟ موسیقی را ما سعی می کنم که به قسم درستش که هست دنبال کنم، سعی می کنم خوب بخوانم، به دل مردم خود بخوانم و یک خواهشم از مردم دارم شنونده خوب باشن، طرفداری از هنر واقعی رو بکنن، نه که از یگان خواندنه که واقعا خراب است، نباید که دو دفعه گوش میکنن اونا باز دیگه گوش دادن نمیشه، خسته کن از برایشان، تشویق میکنن همچنان هنرمندی را. یک مسئله دیگر که من از خودم درکش میکنم اما من از شما سوال میکنم، شما احساس نمیکنید که هنرمندای خارجی در محیط ما شما زیادتر انکشاف داده میشن نسبت به هنرمندای افغانی خود ما؟ چطور یعنی؟ مثلا من نام نمیگیرم، هنرمندای هستن مثلا سرزمین هندوستان، تاجیکستان، ازبکستان، اینا همیش میان اینجا. اگر شما مثلا یک نفر بگید که بیا آهنگ ما اسپانسر بشو، آهنگ شما اسپانسر نمیشه. نمیشه نه؟ خب اگر شما یک هنرمند خارجی مثلا اسپانسر هم میشن، ویدیو کلیپاشون هم درست میشه، کنسرت هم باشون گرفته میشه و یک مقدار پول بسیار خوب هم به جیباشون افتاده با ویدیو کلیپاش دوباره میرن. من خودم کسی هستم که همیشه در برنامه ها هستم، یک بچه جوان بسیار با استعداد، یک خانم بسیار با استعداد آواز میخوانن، وقتی که پشت از یک هنرمند خارجی میه تشویق مردم هم مقایسه کرده میدانم، چون من شنونده هستم و بیننده هستم و کسی هستم که میبینم که اونا زیادتر تشویق میشن نسبت به خود ما. من شخصا خودم در پیش کمره از تمام هموطن افت خواهش میکنم تا میتونیم هنرمندهای خود ما و شما باید در پشتش باشیم. در پشت کسایی که به تلویزیون کار میکنن نمیفهم نتاقای ما، اینا همیشان زحمت میکشن مخصوصا در ممالک خارج، امی هنرمندهای ما زیادتر کوشش کنند که اینا را پشتشان باشن. ما هم هنرمند های بسیار عالی داریم که می توانیم واقعا بالا برم. نظر شما رو می خواهیم بفهم چی هست؟ نظر ما همیست که هنرمند های ما شنونده خوب باشن برای افغان های خود ما. بله ما هنرمند، ما از شما می خواهیم هنر سرعت نداره ایرخ می فرمیم. من خودم علاقه مند بسیار 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 غزل هندی هستم،
اگر ما آواز بخوانم شاید 3 آهنگ هندی باشه، 2 آهنگ افغانی باشه، مرسی. اما این دلیل نیست که ما اونا رو زیادتر دوست دارم نسبت به هنرمندای خود. دلیل از این که من امروز از 6 سال است که همیشه با پشت هنرمندای ما هستم، چون ما میخوایم که اونا همیشه پرزنت باشن بر مردم. مقصد من این است که باید شما سپورت جاییم، مثلا شما برتان سپانسر پیدا شده، یک خانم دیگه سپانسرش، خب خانم ها چون سال زیادتر است ما سپانسر دارم با بجار شما. خب عزیز، از کارهایتان، از آهنگای بعدیتان پیش شما سوال کردم، چند آهنگ دیگه پیش سر دست دارید که؟ خب بگیم خب من نمیتونم ولی بگم چند تا دیگه میخوانم. نه خب شما اول 4 آهنگ که ویدیو کلیپی دارین، نه بله. چند آهنگ دیگه میخواین؟ یعنی دی نزدیکا کدام آهنگ میخواین ویدیو کلیپ داشته باشین یا درست کنین؟ بله دی نزدیکا شعرهایی دارم که از خواب میز شعرم مکم اونا را دلم هست که دیگه بدن دست بچه ها نه دلتا نه دیگه بودیم دوستایی که هستن کم بزرهای بسیار گرم قدر دارن در این تجربه در موزیک بیخ گوش معنی بله نام نمیگیرم مگم خب دوستا زیاد هستن که میتونم هم ازشون کمک بگیرم در اصل بهتر شدن موسیقی افغانستان. خب ما هم نام نمیگیریم، عزیزان هستن که خودشان میفهمند که ما دوستشان داریم، کسایی هستن که هم آهنگ میخوانن هم کمپوز میسازن. حال یک تا نگردان بگیریم دیگه تا یاد بره بعد از ما خفه میشیم و واقعا زیاد هنرمندا را کمک میکنن. یک آهنگ مقبول دیگه از شما میشنویم، باز دوباره برمیگردیم به برنامه، درست است؟ اوکی. خب بیننده عزیز میریم آهنگ میبینیم و میشنویم، لذت ببریم. آهنگی را که براتون میخوانم آهنگ زبیجان سرود است و خودم زیاد خوشم از این آهنگ و میره برای شما میخوام. دل من به تو
که امشب همه شما بیننده برنامه بودین، از آرمان جان نادری بسیار زیاد تشکر که امشب میمان برنامه بودن. بسیار زیاد تشکر از شما. پس خداحافظی میکنیم، به اجازه از تمام بیننده های عزیزم خداحافظی میکنیم و در آخر برنامه از آریان جان عزیز، برادر ما، کسی که در قسمت کامرا و ادیت برنامه همیشه هم کار ما بودن و همیشه در تلاش هستم که برنامه خوبتر و بهتر برای شما تقدیم کنیم، بسیار زیاد تشکر. شما را به خداوند متعال میسپاریم تا برنامه آینده. مرا با برنامه آینه هنر و برنامه آشپزی داشتید فراموش نکنید. تا هفته بعد خداحافظ و ناصرتان باشه.